گیم اوردز که یک مراسم خیلی بزرگ برای بازی‌ها بوده، همین امروز صبح زود برگزار شد و چیزهای مختلفی رو فورتنایت برای گفتن داشت، مثل قراردادهای مختلفی که قراره به داخل بازی فورتنایت بیاد و قراره آینده بزرگی در انتظار بازی فورتنایت باشه و گیم مودهای مختلف و چیزهای دیگه‌ای که قراره به داخل بازی اضافه بشه رو خود دانالد ماستر سازنده بازی فورتنایت در موردشون صحبت کرد که به نظر من ما باید حتما بهش دقت کنیم و چیزهای مختلفی رو از جوایز رایگانم اگر شما تونسته بودید که دیشب رو نگاه کنید میتونید دریافت کنید، ولی خیلیاتون الان براتون سواله که کی بهتون داده میشه، که در این ویدیو همه خبرهای مربوط به گیم اواردز و چیزایی که دور و بر بازی فورتنایت اتفاق افتاده رو در این دو روز اخیر برای شما به صورت کامل بررسی میکنم. ولی قبلش یادتون نره که یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و تازه با کانال آشنا شدید اون سابسکرایب رو بزنید و جز وایرو گنگ بشید و حتما هم کامنت بذارید در مورد موضوعات مختلف ویدیو، کامنتاتون هم به من کمک میکنه. و بدون هیچ معطلی دیگه بریم ببینیم که امروز صبح در مورد بازی فورتنایت چه اتفاقی افتاد و قراره چه قراردادایی رو با هم در داخل بازی ببینیم. سلام همگی، من سینا ایرو هستم و اولین موضوع رو میخوام با موضوع آپدیتی شروع کنم که فورتنایت دیگه 100% تایید کرد قرار ما هفته بعدی که داره میاد آپدیت جدیدمون رو در داخل بازی دریافت کنیم و این آپدیت قراره همون آپدیت وینتر فست ما در داخل بازی باشه، یک آپدیت خیلی بزرگ با جوایز مختلف رایگان که میتونید روی صفحه مشاهده کنید. آپدیت 15.10 در داخل سرورهای تست بازی فورتنایت اضافه شدن و آماده دیگه اومدن آپدیت در هفته بعد باید باشید، سه‌شنبه یا چهارشنبه. حالا از این موضوع سریعا عبور کنیم و برسیم به موضوع بعدیمون که یک موضوع خیلی مهم در مورد مراسم گیم اواردز، یکی از بزرگترین مراسمی که در مورد بازی‌ها انجام میشه و خیلی چیزا رو درش معرفی میکنن، اگرچه امسال من زیاد چیزی رو ندیدم که مشهور معرفی کنن، ولی به هر حال فورتنایت هم درش حضور داشت و نامزد برنده چندین تا جایزه شد، ولی متاسفانه هیچ کدوم از این جایزه ها رو نتونست برنده بشه، که میتونید روی صفحه ببینید حرف منو. بازی نومن اسکای که خیلی خوب کار کرد و حقش بود جایزه آنگوینگ گیم، یعنی بازی که خیلی دووم آورده رو ببره، مشهور بودن فورتنایت باعث نمیشه که برنده جایزه بشه و حتی فورتنایت هم تبریک گفته بهشون که بله بچه‌ها نومن اسکای جایزه ای که فورتنایت براش نامزد بود و برنده شد، یک بازی ماجرایی و فکر کنم گشتن توی فضا هستش، خیلی دوستش دارن و خود دانالد ماستر دم به بازی نومن اسکای تبریک گفت و که از تیم بازی نومن اسکای الهام گرفته و کارهای خودش رو انجام داده و واقعا تیم نومن اسکای عالی هستش، که دیگه ما باید زیاد چیزی نگیم چون خود سازنده فورتنایت در موردش صحبت کرده و میتونه فورتنایت هم برنده بشه، ولی به هر حال نومن اسکای هم بازی بوده که طرفداراش واقعا دوستش داشتن. و حالا برسیم به بخش‌های جذاب‌تر مراسم گیم اواردز در مورد بازی فورتنایت که خود دانالد ماستر هم درش حضور داشته و توضیحات مختلفی رو در مورد کارهای جنسی در داخل بازی ما داد و هیلو هم به داخل بازی اومد، قرارداد بین بازی هیلو و مستر چیف که به نظر من خیلی قرارداد عالی بود که یک بخش خیلی ویژه داره، میدونم بخش تریلرش رو شاید دیده باشید ولی یک بخش ویژه‌شو فورتنایت به نمایش در نیورده که نینجا هم درش حضور داره، که بریم با هم ببینیم و برگردیم. I guess you already got the news. What news? Master Chief is coming to Fortnite. Well, Fort what now? It's only one of the most popular video games in the world, but more obviously, it's where we are right now. Huh. Wait a minute, if you had no idea that we're in Fortnite, then why do you have a cardboard cutout of Master Chief? Perfectly regular reasons. Whoa, you guys new around here? No! The Chief got eliminated by a sneaky blue! That's no blue! That's Ninja! It's such an honor. I'm a huge fan of yours on Twitch. Twitch? Is he twitching because he's blue? Stop making us look bad in front of Ninja! We're Sergeant Griff from the popular web series Red vs. Blue. You probably watched it about 10 years ago. What are you doing here? Well, it's more than just the Chief coming to Fortnite. Does that mean we can have dance battles? Come on, Ninja. What do you say? خب همونطور که دیدید به نظر من خیلی انیمیشن جالبی بود که نینجا داشت با شخصیتایی که توی بازی بودن صحبت میکرد و الان شما میتونید برید در بخش کریتیو یک مود خیلی باحال بلو اند ردو بازی کنید و همونطور که میتونید گیم پلیش هم روی صفحه ببینید، شما باید پرچم رو بردارید و به منطقه خودتون ببرید. من که واقعا لذت بردم از بازی کردنش. حالا من میخوام چیزهای خیلی جالبی رو در مورد این اسکین مستر چیف هم برای شما بگم که اگر شما ایکس باکس سریز S یا X داشته باشید، اگر
اگر این اسکین رو خریده باشید میتونید حالت سیاهشو که میتونید روی صفحه ببینید و به صورت رایگان دریافت کنید، ولی بهتون بگم که فقط این قراردادی نبود که بازی فورتنایت بسته و قرار چیزای خیلی بزرگتری هم به داخل بازی اضافه بشه که فکر کنم شماها هم در موردش بدونید که قراره قراردادی بین بازی فورتنایت و واکینگ دد باشه و دوتا از شخصیت‌های واکینگ دد هم به داخل بازی اضافه بشن و قراره جونزی تازه گرم و گرمتر بشه برای آوردن شخصیت‌های بیشتر به داخل بازی فورتنایت. که بریم حرف دانالد ماسترد و تریلر واکینگ دد رو ببینیم و برگردیم. Everything is in Fortnite right now. So are you done for the season? You know, I mean, Agent Jones is actually just kind of getting warmed up. So I think there's actually one more thing that we should show you. خب همونطوری که دیدید دانالد ماسترد حرف از اومدن قهرمانای بیشتر به داخل بازی فورتنایت زده، یعنی اینا آخرین نخواهند بود و قرار قهرمانای بیشتر هم به داخل بازی فورتنایت اضافه بشن. و همونطوری که دیدید جونزی داره همراه اون دستگاه خودش از جهانهای مختلف شخصیت‌های مختلفی رو به داخل بازی میاره و دانالد ماسترد به این موضوع اشاره کرد که میره در جهانهای مختلف و این شخصیت‌ها رو در داخل بازی میاره تا کسی از جهان بازی فورتنایت خارج نشه، یعنی کسایی که در داخل بازی فورتنایت هستن شخصیت‌های مختلفی که هستن از داخل جهانمون خارج نشن. و من فکر کنم بازی‌های مشهور دیگه هم ممکنه شخصیت‌هاشون به داخل بازی بیاد. من خیلی دوست دارم که دومو در داخل بازی ببینم با اون ابهت خیلی بزرگش، یه دفعه ببینیم که دومم در داخل بازی بیاد. من در ویدیو قبلی خبریم برای شما گفته بودم که شما با نگاه کردن مراسم گیم اوارد در توییچ میتونید جوایز رایگانی رو به دست بیارید که این جایزه رایگان یک رپ هستش که اسمش کازموس رپه و شما فقط با نگاه کردن این مراسم میتونستید به دست بیارید با وصل کردن کانتتون. من که نگاه کردم ولی چیزی رو در مورد گرفتن ندیدم، ولی به گفته فایر مانکی شما میتونید این رپ رو در 15 دسامبر دریافت کنید. الان در داخل بازی نمیتونید و باید چند روزی براش منتظر بمونید. حالا میپرسید که سینار این رپ در داخل بازی چه شکلی هستش، که بریم با هم ببینیم و برگردیم. خب به نظر من رپ واقعا قشنگی هستش و به صورت رایگان هم هستش، ولی فکر کنم فورتنایت بعدن در آیتم شاپ اینو بیاره اگر اشتباه نکنم، یا شادم نیاره و اختصاصی کنه برای جایزه‌ای که بازیکن‌ها تونستن به صورت رایگان به دست بیارن. نظرتون در مورد این گیم اوارد چیه؟ آیا به نظرتون فورتنایت باید جایزه‌ای رو در داخل این گیم اوارد برنده میشد، مثلا به عنوان بازی که تا الان دووم آورد و خیلی مشهور مونده و مثل بازی‌های دیگه طرفداراش نیومدن پایین؟ حتما نظرتون رو توی کامنت‌ها بگید و کلا نظرتون رو در مورد مراسم گیم اواردز هم بگید. اگر این مراسم رو نگاه کردید از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به چالنجای هفتگیمون. اگر انجام ندادید میخوام برای شما چالنجرام سریعا بگم و رد بشم، که در چالنج اول شما باید دیستروی کنید میل باکس ها رو در داخل بازی، که میتونید جاهای میل باکس ها رو در داخل بازی ببینید. در چالنج بعدی شما باید یک مدرک رو در داخل کتی کورنر یا فلاش فکتوری قرار بدید که میتونید جاشو روی صفحه ببینید که کجا میتونید این کارو انجام بدید و کلا این چالنج رو برید. بعد چالنج بعد شما باید قسمت‌های مختلف ماشینا رو پیدا کنید. خیلی چالنجای عجیبی هستن و ما تا حالا از این چالنجا ندیده بودیم. بعد در چالنج بعدی شما باید ماشین رو از داخل این حلقه‌های آتش رد کنید. در چالنج بعدی شما باید داگ هاوس ها رو توی بازی نابود کنید. در چالنج بعدی شما باید یک سرنخ پیدا کنید در پلزنت پارک و هالی هجز و لیزی لیک، که جاهای سرنخ هم میتونید روی صفحه ببینید. و در چالنج آخری که مربوط میشه به دمج وارد کردن با تفنگ، شما باید از 15 تا 75000 تا دمج وارد کنید با یک تفنگ لژندری که برای AR میشه اسکار یا تفنگای لژندری دیگه که در داخل بازی پیدا میکنید. که اینا بودن از چالنج هفته دوم بازی فورتنایت در فصل 5 مون. برسیم به بخش بعدی ویدیومون که مربوط میشه به این مایدس نسخه خانومشو. خیلی ها دارن در موردش صحبت میکنن که من فکر کنم اسکین مخفی ما نخواهد بود، چون من به احتمال زیاد فکر کنم که اسکین جونزی اسکین مخفی ما خواهد بود، چون در بخش بتل پاس ما هم به نمایش در اومده. اگر دقت کرده باشید موقعی که تریلر بتل پاس فورتنایت پخش میکنه داره نشون میده که جونزی بین اسکین‌های مختلف ما قرار داره، میتونید روی صفحه مشاهده کنید. سایبر دوم یک چیز خیلی جالبی رو در مورد اسکین مایدس گفته، میگه که بانکر جونزی همون جونزی که ریش بلند دستش رو در بخشی از کمکات قرار داره، داره در مورد اومدن یک مایدس صحبت میکنه و میگه که اون مایدسی که برگشته مثل مایدس قبل نیستش، یعنی ممکنه منظورش همین مایدس نسخه خانوم باشه یا نه. که من بهتون گفته بودم روش گرفتنش فکر کنم با خریدن
این ماونتی کرو پک هستش. اگر اشتباه نکنم زمانی که بیاد شما میتونید ماونتی کرو پک رو بگیرید و این اسکین هم به صورت رایگان دریافت کنید. نظرتون چیه؟ آیا به نظرتون داره این بانکر جونزی در مورد اسکین نسخه خانم مائده صحبت میکنه یا نه؟ از این موضوع هم سریعا عبور کنیم و برسیم به یک تورنمنتی که جایزه رایگان داره. همونطور که میدونید ما به زمستون خیلی خیلی نزدیک شدیم و همین هفته بعد قراره کلا آپدیت زمستونیمون هم به داخل بازی بیاد و فورتنایت هم در 12 دسامبر که همین فردا باشه یک جام برگزار قراره بکنه که 5 میلیون دلار درش پول هستش و شما میتونید درش به صورت تریوز شرکت کنید، اگرچه خیلی سخت خواهد بود. امتیاز گرفتن هم درش راحت نیستش، میتونید امتیازهای مختلفو روی صفحه ببینید که باید چیکار کنید تا امتیازهای مختلفو دریافت کنید و باید رنکتون مثلا توی خاورمیانه بین 1 تا 10 نفر اول باشه تا 1800 دلار برنده بشید، 11 تا 45 نفر اول باشه 1200 دلار برنده بشید و اگر شما حداقل 5 امتیاز بگیرید میتونید اسپری رایگان اسکول کلازو در داخل بازی دریافت کنید که بهتون پیشنهاد میکنم حتما اون اسپری رو در داخل بازی بگیرید. برسیم به یک بخش مهم ویدیومون که مربوط میشه به قابلیت ریلود وی باکس. در داخل بازی یک قابلیتی رو فورتنایت اضافه کرده ولی در تمام کشورها فعال نکرده که شما میتونید وی باکس خودتون رو ریلود کنید با پرداخت کردن قسمتی از پول وی باکس رو، نه تمامش. مثلا شما 950 تا وی باکس دارید و میخواین اسکین 1200 تایی بخرید و نمیخواین برید 1000 تا وی باکس دیگه هم پول خرج کنید و وی باکس بخرید، فورتنایت به شما این قابلیت رو قرار بده به زودی در تمام کشورها که شما بتونید 950 تای خودتون رو به 1200 مثلا با 1 یا 2 دلار برسونید که این قابلیت رو فورتنایت در آلمان الان فعال کرده و در کشورهای دیگه فعلا فعال نشده. فکر کنم یکی هم ایتالیا فعال شده و کم کم فکر کنم در تمام قسمت‌های جهان هم فعال بشه که به نظر من واقعا قابلیت خوبیه. برسیم به موضوع بعدیمون که واقعا چندین وقته ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم ولی به داخل بازی اضافه نشده و خیلی‌ها الان دیگه ناامید شدن. اسکین گریفچی که قراره یکی از اسکین‌های خیلی خوب بازی فورتنایت باشه و مربوط به یکی از یوتیوبرای اسپانیایی زبان، خود گریفچی دوباره اعلام کرده که قراره اسکینش در 9 جنوری معرفی بشه و من نمیدونم که این قراره تا کی طول بکشه. هی میگه که میاد، هی میگه که من دارم تیزر در موردش نشون میدم ولی اضافه نشده. فکر کنم بیشتر تقصیر بازی فورتنایت باشه که اسکین این یوتیوبر رو عقب انداخت و اسکین لاکلن رو آورد، چون قبل از لاکلن اومدن اسکینش تایید شده بود و هیچ وقت به داخل بازی نیومد. میتونید قسمت‌های اولیه از اسکینش رو روی صفحه ببینید که به صورت کامل نیستش ولی فکر کنم اسکینش پیراهن نخواهد داشت. خب بچه‌ها، خبرهای جدید بازی فورتنایت رو با هم بررسی کردیم و مراسم گیم اواردز هم که بهتون قول داده بودم کلا جزئیاتش رو برای شما بگم هم با هم بررسی کردیم که فورتنایت برنده جایزه نشد ولی از ارزش‌های بازی فورتنایت کم نمی‌کنه. حتما یادتون نره که نظرات خودتون رو در مورد موضوعات مختلف ویدیو و مراسم گیم اواردز حتما توی کامنت‌ها بذارید و مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید و لایک و سابسکرایب فراموش نکنید که حتما بزنید. همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.